به به دوباره آمد فصل بهاری، بلبل چه میخواند با بیقراری، چقدر قشنگ و زیباست آینه روشم دون، سی سما سکه سنگل قرمه فسنجون. عید آمده دوباره شادی و خنده، لفتن نشه فراموش عیدی بنده، لفتن نشه فراموش عیدی بنده. الان میگن میآید یک دسته مهمان، شیرین اینجا آجیل اونجا میده فراوان، مچیه مهمونه دیگه، خوشمزده و شیرین و آبدار و تازه، دیگه طاقت نداره دستم درازه، آخ دهنم آب افتاد دلم به تاپ تاپ افتاد، آخ دهنم آب افتاد دلم به تاپ تاپ افتاد، دلم به تاپ تاپ افتاد آمد بهاران، سال جدید رسیده خوشحال و خندان، سال جدید رسیده خوشحال و خندان. تولد عید شما مبارک، تولد عید شما مبارک، تولد عید شما مبارک، تولد عید شما مبارک، عید شما مبارک. مگه چیه عید دیگه؟ شاد باشی. به نام خدا. بچه ها سلام، خوبین، خوشین، سلامتین، خیلی خوشحالیم که دوباره شما رو میبینیم. روز طبیعت دور هم دیگه میریم بیرون، از خانه باید بریم بیرون، حالا هر کجا، تو دشت، توی دمن، توی بیابون، این ور اون ور، کجا اگه نشد میریم تو حیاط. آره، یه دم که نمیتونن برن بیرون، یه مشکلاتی دارن، میتونن مثلا تو ایوون بشینن، تو حیاط بشینن، برن پشت بون، برن پشت بون با بزرگتر و البته. بله دیگه، یا برن پارک نزدیک خونه، یا برن پارک نزدیک خونهشون. به هر حال روز خوب و خوشی برای شما آرزو میکنیم، چون برای ما که روز خوب و خوشی نبوده، یعنی یه مشکلاتی ما داشتیم اینجا که دو سه ساعت ما الان اینجا کمی ناراحت بیشتر، یکم بیشتر از کمی ناراحت هستیم، یعنی خیلی ناراحت هستیم، شاید هم مثلا عصبانی هستیم، برای اینکه یک نفر اینجا جلوی در خونه رو گرفته نمیذاره ما بریم بیرون. پسر خاله نه، کلا قرمزی نه، خاله باران نه، یک پسری به اسم پسر عمه که من نمیدونم، هر جوری هم باهاش صحبت میکنم نمیدونم این چرا. خاله باران بالاخره فهمیدی چیه مشکلش؟ عصب شد. نه نمیگه. خب بهش بگو. پسرم مزا، روز طبیعته، میخوایم بریم بیرون، میخوایم بریم دور هم باشیم، آخه از صبح تا حالا ما همه منتظر تو ایم، چرا نمیذاری بریم؟ من روز طبیعته، اسمش روز طبیعته. چی گفت؟ طبیعت آلوده میشه پسرمه. ببین انقدر نزن به اون میز، اونو من پول دادم بابتش، اونو من پول دادم. من عصبانی بشم، منو اینجوری نگاه نکنم، من عصبانی بشم اینجوری نیستم. چجوری نگاه میکنم؟ ببین حواست باشه، میخوای من برم بالا؟ نه 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 خواهش نه، خواهش میکنم بسر خاله، بذار یه موضوعی که با زبان خوش میشه حل کرد. آدم دعوا، امروز که روز دعوا نیست، امروز روز بگو بخنده. پسرم ما قول میدیم که طبیعت رو آلوده نکنیم، بریم. نه بذار بگیم برای که چی؟ برای اونجا آشغال بریزن، برای اونجا تو رودخونه آتاشغال بریزن، سنگ بریزن، اون ماهی قرمز بریزن، اونجا ویروس بگیرن برای ماهی ها. چی میگه این مونه کنیم؟ امینی میگه میرین اونجا پلاستیک و ظرف یه بار مصرف میریزین تو طبیعت. خب بله، این که حرف درستیه، ما خیلی میریم اونجا، خیلی میریم این ظرفای یه بار مصرف پلاستیک اینا رو میریزیم توی طبیعت و اینها آبی نمیره، همینطوری میمونه و حیوانا میان. آقای ماجی بله، کیسه زباله آوردم.
میگه کیسه زباله آورده که بچه حل شد مشکلمون. پس اول کیسه زباله آورده. ما کیسه زباله ما نه اول نه اولش خون بده که من کیسه زباله بعد بمونده همش فراموش من. چی میگه؟ میگه که اول قول میدین کیسه زباله بیاری بعد اونجا آتشخالا رو میذین تو طبیعت. نه واقعا قول میدیم، قول راست راستکی میدیم. اونجا تو رودخونه هر کاری کردن یارو واقعا وگنی لباس بشوره تو رودخونه داره تو مون اونجا بشوره مایا قرمز تو تنگوی میاد تو رودخونه بقیه مایا مریض بشن کارهایی دیگه تازه هنو بکنه ما روم نمشن. ببین ما قول میدیم که وقتی میریم لب رودخانه یا جایی که آب هست این نشوریم چیزامونو اونجا باشه. این میفهمم شما چی میگی، اونا رو نشوریم. ما کی رفتیم اونجا لباس شستیم؟ کسی نمیره روز طبیعت لباس بشوره اونجا. اونا مال اقوام شما هستن که این کارو میکنن، ما این کارو نمیکنیم. آخه برای چی لباس بشوریم؟ میشونه اونا پرنده ها سنگ بزنن رو درخت برم شاخه مبش کنن. پسر همزا این کارا رو نمی کنیم، میخواستیم بریم دوره هم نهار بخوریم، اصلا غروب شد. من که دوره هم نهار بخوریم. بهش بگو. چی بگم؟ بهش بگو ماهی قرمزم تو آب نمیندازی. خودش میگه، خودش همینو میگه، میگه چرا میایی ماهی های قرمزی که مال هفت‌سینه رو میندازین تو رودخونه. این راست میگه، میگه نباید اینا رو بندازین تو آب رودخونه. ما اینو قبول کردیم، این چیز خوبی نیست، درسته؟ آه، اصلا من نمیدنم، چی بوده و دشت رو دوان ما بر دومون طبیعت من نیم بگم سر صدا بکنی؟ این سر زبط هنگی زبط بکنی، پرندارم بطن شدن فرار بکنم بر خیلی عصبانیه، اینقدر دلم میخواد اینا که عصبانی هستن و با یه چیزی نه. عزیزم، پسر خوب، شما مهمان ما هستید، عزیز ما هستید. ببین چقدر خوبه، ما تو این مدت چقدر در جوار شما لذت بردیم، خیلی کیف کردیم که با هم بودیم، با خوش گذشت دیگه. بذار پس من برم جلوی بذار من خودم دارم با زبان خود جنگ بابا بچه ما از صبح تو حالا آخه همینطوری واسه داریم حرفای تو رو گوش میدیم. حالا برو اجازه بده من بازم. ببینین شما به ما بگو اما قول بگیر، هر چی تو بگی ما گوش میدیم. قول بدم؟ آره بپرس از ما قول میدیم. خیلی شما قول بدین آشغال تو دامن طبیعت نریزه. چی میگه؟ میگه آشغال تو دامن طبیعت نریزی. ما قول میدیم توی دامن طبیعت آشغال نریزی. قول بدین؟ بله 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 بخندی بعد از هر بله باید بگی باشه بگی بله 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 قول بده که تو رودخونه ظرف ها یه بار مثلا نزد تجزیه نشه. بله خنده شیش رو بکنم پرسول کنیم ما رو یکی مونده مونده آتیش روشن بگیرن خاموش نگردن نصف جنگل آمده آتیش بس روشن زغل شده و رفته هوا. خیلی خب ما بله قول میدیم آتیش رو خاموش میکنیم و چیز قول بده که تو بازی وقتی وقت بکنیم وسط بازی بکنیم توپ دست ما باشم. توپ دست شما باشه. نشد دیگه این یه ماجراهای دیگه ای شد اون. نه بگی بله باشه بله خیلی خوب. قول بده که من اونجا رو قابلمه من دایره بزنه. رو قابلمه شما دایره بزنه. بله باش اینم قبول بله 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 خب حالا ایراد نداره بذار ما این در بریم بیرون. من فقط میخواستم یه چیزی بگم جلو نیا جلو نیا از هم دور داره پسر هم امضا هنو معاهده هنو امضا نکرده. چی؟ چی؟ معاهده رو هنو امضا نکرده که جلو نه هنو نه هنو قرار هنو تا بگی بله بگی بعد امضا بکنی دیگه حرفی نداری؟ اومدم که اصلا من رئیس من رئیس تو رئیس؟ نه 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 شما بفهم شما برنامه بعد رو نگاه بکنید من این ذره با ایشون صحبت بکنم ما چقدر قول بدیم قول دادیم دیگه اصلا من از اولش هیچ کجومشم قبول ندارم فهمیدی؟ به درخت دست نزنم به آب دست نزنم هیچی نخوریم آخشان نریزیم سنگ رو برنده پس چی کار کنیم؟ پس من رو ببریم بنزین زندان خودتون برین گرم ده کلا قرمزی با تو هم من مشکل دارم حالا اینو حل کردم با شما شروع شد چه مشکلی آخی؟ تو پام دست این باشه شاخه درخت هم چی بشه کنیم؟ ای تو آویزون میشین شانس نیشی کن تو برمون برمون ما حل میکنیم مشکل رو یاد دیتیم نیست نه اونقدر چیزی اون اصلا هر بزن چیم
بله، ما هم رفته بودیم به گردش و تماشا مثل خیلی از شماها، ولی اون چیزی که نباید اتفاق بیفته افتاد. چی؟ همون کسی، همون بچه‌ای که به ما میگفتش که دست به گلا نزنید، آشغال نریزید، روی درخت نرید، رفت از درخت بالا، پسرمه، و از اون بالا افتاد پایین، الان چجوریه؟ این واقعا حالش خوب نیست، دستت بهتره؟ یه دقیقه اگه بتونین ایشونو نگه دارین که نوک نزنن، گاز نگیرن، من میتونم ایشونو معاینه کنم که ببینم که دقیقاً چیه مشکلی. معاینه بالینی هم اگه، چون ایشون به حال از یه ارتفاعی افتادن پایین دیگه. بله. ما باید ببینیم شاید ایشون شوک، میدونی دچار شوک، تشنج یا یه همچین چیزی شده باشه. ببینید قاطی کردن دیگه. بله بله. بچه جان گوش کن یه دقیقه به من. دکتر که ترس نداره. بچه‌ها که نباید از دکتر بترسن. اصلا این از این بچه هاست که اسم دکتر بیاد بی خودی میترسه. از اون بچه هاست. خانه جان بهش نگو من دکترم. بهش نگو. چشم. به من گوش کنی. شما به من میتونین بگین که صبح چی خوردین؟ صبح ارزن بقرده و کرم سبز خوشمزه. چی خورده؟ خانه جان قاطی کرده، صبح با هم دیگه نون پنیر چای شیرین خوردیم. این نیست که حالو کنه الان خروسه. قاطی کرده دیگه، بذار من حالیش کنه. کلا قرمزی خب راستشو بگو، هرچی خوردیم بگو بخوام دکتر. نون پنیر خوردیم، یه خوردن آجیل. بگو اینا. خب این خوب نیست که آدم آجیل که من درستتون میکنم، دست میزنید به این آجیل. حالا اشکال نداره، اجازه بدین این نقطه رو لطفا نگاه کنی. این لط بله. آها اینجا. او گیگیلی هو، کجا آوری لاغرو؟ اینا اصلا نشونه های خوبی نیستن هیچ کدوم. اصلا اینو به من بگین چند تا لطفا. عمو جغد شاخ داره. نه دیگه آخه خاله جان این آخه اصلا شمردن بلد نیست، نمیدونه چند تاست که. خیلی خوب اجازه بدین من اگه بتونم فشار شما رو بگیرم شاید به این نتیجه گیری نرایی میذاره. خاله الان چون دوست شده با شما. خیلی خوب بچه، خیلی خوب. بذار من حالیش کنه. بذارید من یه توضیحی بدم. اگه من فشار شما رو بگیرم و شما فشارتون احیانا پایین باشه، به شما یه چیز شیرین ما میدیم بخورین، یه چیزی مثل آب قند یا شکلات یا شیرینی که فشارتون بیاد بالا. خودش خاله جان من فشارم اینقدر رفته پایین، یه خوردم رفته تازه تو زمین فرو. اجازه بدید من یه دقیقه دستشو. خانمی علکی میگه شما چه اسم شکلات رو بودیم براش. تشریف بیارین اینجا. بذار من اول باید بگم بفهمه چیه آخه. کلا قرمزی من دیدم که اینو برد رو درخت ها. دست گلاتو امروز به آب دادی بسه. خیلی خوب. من جای سفت ما ایستادم. کمک کنین که من این فشار رو بتونم بگیرم. تو حواست تو سرشو گرفت. آره اگه ممکنه. نه آروم خب. این آخه قاطی کرده. پسرم بذار جان. تو خروس پسرمه نیستی. تو خود پسرم مزاجانی. نگاه کن من کلا قرمزیم، اون آقای مرجیه، این خاله بارانه، این خانم دکتره. نه این خاله خالیه، فهمیدی؟ آغاز سال 1387 سالش هم اشتباه میگه معلومه دیگه. بله الان چی کار باید کرد بشه اینو معاینه کرد؟ اجازه بدیم من یه چکی بزنم. شاید درست بشه. من بگم چی کار کنی؟ من میگم که گوششو بگی خاله باران، گوششو بگی خوالا بارا رو درخ برشی رفته. من میگم که این لباس شما میترسه. خوف یه چیزی بنزین رو دوشتون، نفهم شما دکتری. ای بابا این چه حرفی هستن، هر چیزی یه قانونی داره. اگه دکتر لباس سفید تنشه بچه باید بدونه این خانوم این آقا دکتره. مامور مسئول حاکم اصلا بچه ها نبرده نمیسی کلا قرمزی. الان مهمه که این ماینش حالش خوب نیست واقعا. یه چیزی هم مندازیم فکر بکنیم. این آخه اینه مهمون ماست، عزیز ماست. این کار درست نیست ولی خب گران که شما حالا باران نه کاری نکنید. شما آقای مجری هستی، فکر بکنه مثلا فامیلاشونی، فکر بکنه که حالا باران او که سبیل داره. سیزن در با
باران جان ببین. خوب سبیل باران. این رو شما خانم بر. خانم بر رو شما خانم بر. گنجیش کن ببین. گاز ندی را خیلی نلا. گنجیش کن ببین چه قشنگه. بکنه فامیل شما. پسرم ازا جان زندایی من اومده دیدنی خونمون ببینش اینها ها؟ اما قرمزی؟ ها؟ اما قرمزی خوبی؟ ها؟ حال شما خوبه؟ ها؟ عید شما مبارک باشه بچه ها خوبه؟ عید شما مبارک باشه اینجا چه کار مبینی؟ شما حالتون خوبه؟ فامیلا خوبه؟ خوبه آقا خوبه شما چرا خدا بد داده؟ چرا اینجوری شدی؟ ببین من برای شما سوغاتی آوردم. ای سوغاتی ها جان گرگی گرگان گرگی گرگ. این سوغاتیه باید بپوشین. بپوشی لباس آورده کل آور مزه. نه این یا آستینش آوردم و اینان اگه اندازه است برم باقیشو بیارن. خیلی خوشگله ها. خوبه. خیلی خوشگله. خیلی بحبه چه قشنگه. نگاری چرا اینطوری میشه؟ نه نگران نباشه لطفا یه دقیقه سکوت کنی سکوت کنی؟ لباس پرباده باز این نتونی که این بچه ناجوره ها؟ بله تموم شد بله خیلی ممنون کافیه بله همون چیزی که من حس زده بودم بله تشخیص من اینه که ایشون دچار یه شوک شدن مزهکه در اثر سقوط از ارتفاع دچار شوک شدن و الان ما باید با یه شوک دیگه ایشون رو درمان کنیم ولی الان چون ما تو بیمارستان من تصمیمم اینه که ایشون رو انتقال بدیم به بیمارستان اگه بترسه ممکنه خوب شه شوک وارده نه ترس که باران جان نه اینا که یه کارهای خیلی چیزه خانم دکتر این الان مشکل جسمی نداره مثلا خون ریزی چیزی نه، سرش این فقط شوکه و با یه شوکه دیگه برمیگرده خب که کلا شوکه یعنی چون ما باش صحبت میکنیم نمیفهمه ما چی میگیم نه ایشون الان از ارتفاع سقوط کردن به هر حال نمیتونی ایشون رو با قبلش یعنی مقایسه بکنی نسبت به قبلش این دیگه هیچ چی حالش 100 درصد 100 درصد این یه تهاب شما دارید چقدر کار غلطی بود این کار شما میدونی ایشون میتونست دچار تشنج بشه الان من فکرم شما این کار خیلی کار اشتباه از شما واقعا بعیده حالا برای این چی بوده در دوانه خجالت نبوده نه ادابازی در میانه خوب شد چی خوب شد قلف من بایستان این کیه این خانم دکتر اینجا چی باره بکنم اجازه بدیم من نبض شما رو بگیم نبض من رو بگیم بله خب ولی این کار اشتباه بود میدونی این کار چه عواقبی میتونست داشته باشه تا چی به من میگفتین زودتر خیلی ترسیدم من معذرت میخوام کلا که میتونست خیلی خطرناک باشه درسته من معذرت میخوام ببخشید آقای مجری من فکر می‌کنم که ایشون آقای مرجی دوچار شوک شد. من میگم آقای مرجی رو برای از درخت با کله بندازیمش پایین خوب شه. نه اصلا اینا نشونه های خوبی نیست. بچا شما قسمت بعدی برنامه رو ببینید. اجازه بدید. نه شوخی مو. برنامه بعد رو نگاه می‌کنیم با هم. آیونی شوخی مو. خوب همه خوب دور هم دیگه. این کار خوب نیست خانم واقعا چه کاری بله حالش خوب شد خب این بچه هست ایرادی نداره این نوش ایرادی نداره ولی با بچه های شوخی نداره من معذرت میخوام قسمت بعدی برنامه رو میبینیم باز در خدمت شما هستیم من میگم حالا این ماکسو ببرم این بیمارستان ما متاسفانه نتونستیم بریم بیرون برای گردش و تفریح که یه بار رفتیم اون اتفاقات افتاد و پسرمه اونجوری شدی و بعد خانم دکتر تشریف آوردن و معالجه کردن پسرمه رو دیگه تو رو درواسی موند خاله باران با دوستش دعوتشون کرد که بره بستگانشون و پدر مادرشون رو بیارن اینجا دور هم باشه واسه همین دیگه ما نمیتونیم بریم بیرون الان مجبور خاله باران که سر این بچه‌ها رو گرم بکنه چه بازی دارن میکنن الان بچه‌ها بازی دکتر و مریض الان اینجا مطبه بفرمایید خواهش می‌کنم بفرمایید بله بفرمایید خانم منشی پس کی وقت من میشه
صبر کن ببینم، مگه قبلا وقت گرفتی؟ نه قبلا وقت نگرفتی که نمیشه. نه خواهش میکنم، من خیلی مریضم، حالم خیلی بده. خیلی خوب، من واسط میگیرم. خیلی ممنون. چیز دیگه هم میخوای بگیرم؟ نه همین وقت کافیه. بذار باهاش صحبت کنم. خیلی ممنون. خب چه پول داری؟ پول؟ بله دارم. اگه نداریم من میدم از حقوقم کم کنه. نه دارم، خیلی ممنون. حالا بذار تلفن بزنم. الو 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 های پشت خط. پیغام بذاری. پسرم ازا جان های مریض بدحال داریم. کلاغ رو بزن دکتر. مریض پشت داره چه کار بانه؟ صف کن، من نمیبینی من دارن گچ میگیرن. او مریض پول نداده، اما با کاغیل بگی پول نداده. نه بزن مالم رو بذارن کنار. خیلی خوب بگو بیا تو، اکشان نداره. پسر خالا چی گفتی؟ ها؟ بیا تو یا نه یا؟ ناخوشم، بگو بیایا. خیلی خوب تلفن قطعه. خیلی خوب خانم ناخونتو ببینم. ناخونم رو بفرم. خیلی خوب گرفتی. بله. دندونات هم مسواک زدی؟ خیلی خوب. کفشت هم که کثیف نی؟ نه. خیلی خوب، برو تو. میتونم برم؟ برو. سلام خانم دکتر. سلام بفرمایید. سلام علیکم. خوبین؟ خیلی گرفتارم. من خیلی مریضم، خیلی حالم بده. خب من نقصتم پیچیدم، بفرمایید برو. چجوری نسخم پیچیده که هنوز معاینه نکردی؟ آخه بعضی خب اکشال نداره. باشی خب بگو ببینن جانم چته؟ من سرم درد میکنه، گلوم درد میکنه، خیلی حالم بده. دیگه همین. این که چیزی نیست بابا، اصلا این که الان مکشلی نداره، الان درستش میکنه. درست. خیلی خب اکشال نداره. بفرمایین که نهار چی خوردی؟ نهار یه اتفاقاتی افتاد، بعضی ها رفتن بالای درخت افتادن و اینجوری شد، ما وقت نشد نهار بخوریم. خب اکشان نداره. صبحانه چی خوردین؟ صبحانه نون و پنیر و چای شیرین. چای شیرین؟ خیلی شیرین یا کم شیرین؟ کم شیرین. دیروز نهار چی خوردی؟ یادم نیست دیگه. اینا چیه میپرسی؟ خب با اصلی من بدنه. من ندونه نتونه ماینه کنی منو. الان بعد منو معاینه کنی. خیلی خوب، خیلی خوب. دهنو وا کنین، بگین آ. خیلی خوب، فهمیدم. چه می‌خندی؟ آینه حلقش پیدا بشه. خیلی خوب. پسرم ازا جان نخن. کار من مهمه. دندان سوم سمت چپ کوچه دوم پلاک 25. اونو چرخ کن تا من بیام. با سوار شو، خوش سوار شو بریم. دو چرخ و بره برسونه. پسرم مزا جان چی میخوای یاد بگیری؟ دو چرخه را نگفتن از این چرخ ها که دستش رو میپیچونی سوزن داره میره پای میاد آلا لباسی ده از اونها را گفتن چرخ میکنی. خیلی خون اکشان نداره. دنسگاه فشار خون بیاد. بله بفرما. یه فشار بدی؟ بیار شما دستگاه فشار خون. فشار بده. فشار بده. فشار بده. فشارش خوبه. خوبه اندازه و خوب فشار میدم. خب فشارت هم اشکال نداره. شماره پا چنده؟ شماره پا مثلا 38. 38؟ آره. خب یادداشت کن. بله بله. شما هفته چند بار پارک میرین؟ ما هفته دو بار. دو بار؟ بله. یه خورده کم نیست نظرتون؟ نه دیگه، هفته دو بار رفتیم خوب بود دیگه، خوش گذشت. بله. اکشالی احساسی نداری؟ نه. یعنی احساس کم بوده پارک نداری؟ کم بوده پارک چرا، یه وقتایی. یه وقتایی داری؟ آره یه وقتایی. صبحای زوده یا عصراست؟ عصرا دیگه. عصرا، بله بله. متوجه میشه، خدا حس زده. با یکی از دوستان میرم کلا قرمزی. بله، اون صبحای زود خواب مجبوریم عصرا بریم. خب من تو نقصه می‌نویسم. این دو هفته این دوبار کمه، یه خورده واسطی بیشتر روی اگه میخوایی سرتون درد نگیره. حالا شما یه انعامی هم بده. انعام چیه دکتر؟ که انعام نمیگیره. خب یه پول چایی اقلا بده. پول چایی چیه؟ نه ولی میتونم عیدی بدم. عیدی بدی؟ عیدی بدم. پول دستگاه فشار هم بدی. بله به دستگاه فشارم عیدی میدم. دو تا میشه. این مال خانم دکتر. دست شما دارم. این مال دستگاه فشار.
ای همین دوتا دیگه تو جیفتون چی داری؟ هیچی دیگه دیگه همین جیف خالی یعنی شما بسه دیگه دوتا شکلات دارم این بسه اخشان نده خب من نوشتم الان دیگه شما مکشلت حل میشه هفته ای 4 روز پارک بله تاپ سواری بله بچه ها رو بلند میکنی میذاری روی سرسره بله خب فهمیدی دقیقه یادت باشه همه رو نوشتم دونه دونه بله بله حالا نقصه رو بگیریم بپیچیم خیلی ممنونم بپیچیم ببینم صفت بپیچیم همونطور که فشار میداده بپیچیم اهی خب اکشان نداره بیرون حساب کنی بگو بله. اه بگو اه گفتم بی اه نخند اه. ای حالا بعدا مراجعه بعدا باشه چشم خیلی ممنونم خانم دکتر دست شما درد نکنه خدافظ ما مواظب باشی خدافظ اینا رو میذارن کنار این مریضو تا خوبه بفرمایین بفرمایین از چی میترسی از دکتر میترسم دکتر ترس نداره بیا برو میترسم بیا برو دکتر من میترسم منو نبرین دکتر من خواهش میکنم دکتر که ترس نداره منو نبرین دکتر دوباره آمد فصل بهاری پسرم ازا جان این یه بچه مریضه اون آقاه نیستش که خب بچه جان چرا از دکتر میترسی؟ ببین من ترس ندارم من نگاه کن ببین من ترس ندارم من یه خانم دکترم ترسی ندارم که تازه شانستی بهش شکلاتم بدن اگه گیره نکنی باش گیره نمیکنی که نه. دیگه نمیترسی از دکتر؟ نه خیلی خوب شما بگو اینه دهنتا بگو چرا خب ببند دیگه بس دیگه ببند دیگه خب چرا مفساک نمیزنی مگه این همه به شما نمیگم پدر مادرم مفساک زن میترسن نه تا مفساک ترس داره مفساک لولوه ای نجانه نجانه آها به پدر مادرت نامه میدن خب این خمیر دندون خوشمزه برات بخرن که نگی خمیر دندون تلخه میره تو حلقن فهمیدی؟ بله ولی نگی دیگه مفزاک نمیزنن از دکتر میترسن رای دکتر دستگاه فشان اینقدر صحبت نکنی خب جانه وقتی شما مفزاک میزنی شیر و آفو همینجوری باز میزنی تا مفزاک تموم شد بچوری مفزاکتو خیلی اشتباه میکنی تو نقصه مینیسن هر موقع لازم داری آب و واکن فهمیدی؟ آخه آب بازی میخوام بکنم آب بازی خیس بشی سرما بخوری دوباره بیای اینجا اگه این دفعه آب و باز بذاری آب بازی کنی یا آمپول میزنم ها باش اینکه اینجوری شده اینکه خانم دکتر خانم نزید احبا من نقصه می نیستن گرفتارم دیگه شماره پات چند بود؟ شماره نمیدونم بابا میدونه بچه جان مگه نمیگن که آرد سخونتون رو بذارین تو جیفتون گم شدین پیدا بشین خب شماره کفشتن زیرش بنویس یادت نره باش خب دستگاه فشار بیاد جلو آه بله بخواه فشار دینن چقدره فشار بدین فشار بده فشارش خیلی زیاده آقای مریض بچه بله. خیلی فشارت زیاده ها اینو دوست نداره یه بار دیگه بگیر یه بار دیگه این قبول هم دست نشو فقط بعد فشار میده الان درست فشار میده خیلی ها بسه دیگه بسه بارشو خالی کن اخی ناخوش کم باده خیلی اکشان نداره خان دکتر من مشقن نمیتونم بریم الان بزن من سفارش اینه مخشات هم نمیویسی؟ نه چرا نمیویسی؟ دوست نداره میشینی هی تلفیسیون نگاه میکنی که چی بشه؟ فرنامه کندک تماشا داشتی مخش دارنی بی سواد میخوای بار بیای؟ بی ادب بی ادب میخوای بار بیای؟ آره؟ دوست داری؟ بایستی درس خونی مثلا دکتر بشی فهمیدی؟ در آینده خانم دکتر خوفی باشی چه. جون مردم دکتر قرمزی بابا بیمار باید آواز بخونه صف کن حالا الان نخزنشو بخونیم خب بچه جان شعر چی بلدی؟ شعر چی بخونه؟ چی بلدی؟ هر چی بگی؟ بگو قربه شعر قربه بلدی؟ بله بخون یک پیشی دارم خیلی قشنگه
چشاش رنگ و رنگ مثل پلنگه هیدر میگه بار اطفال میریزه باسه من پیشی جونم خیلی عزیزه نه 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 تا بخونم بازم بازم بخونم حالت خوب شد بهتر شدی؟ خیلی بهتر شد دیدی؟ دیدی من چه دکتر خوفی هست حالا نقصتم میدم الان میبری میپیچی خوف دست درد نکنه خیلی داروخانه نه ها دکتر خیلی من حالم خوب شد خوب شد آره این نقصه رو میبری میدی قنادی سر کوچه بله. برات بپیچه دست درد نکنه میخوای خودم هم اینجا بپیچمه هی بپیچمش نه خود بعد قناتیه بپیچه چیه مگه تو؟ خب دیگه آقای قناد نگاه میکنه دارواتو بهت میده خیلی فقط به ساعتش توجه کن نکنه زور نخوری شب بگی یادم رفت من حوصله ندارم بیای بگی دارو رو نخوردن خیلی خب حالا انعام منم بده برو او اینا رو بردار اینا مال خانم دکتره داره خانم دکتر میاد این وسایلشو قشنگ بدیم بهش وسایل مرتب آره اینا رو ما برداشته بودن بچه‌ها نباید با این وسایل بازی بکنن کلا از لباسه تو عوض کن الان آبرومون میره حالا برام خانم وقت داره میاد دیگه الان وقت داره آره ناخوش بود بله از من مامان اشتم خواهد مدرسه عوض کنم به اونا چی کار داری؟ شما حواستون به من باشه که داریم صحبت میکنم ایمینی بله. آخه یواش دارن صحبت میکنه خب باشه اونا رو تو کاری نداشت ببینید من حرف بذار من حرفمو بزنم پسرم بذار وایسا من حرفمو بزنم ببینید من میگم وقتی که مثلا حیات گلها این گلا رو کی بعد آب بده آره دیگه بردیمشون با هم بندرم با شما میگم حواستون کجاست ها این گلها رو کی بعد آب بده؟ باغبون آب نمیده بزرگتر آب میده بچه نباید بره دست بزنه درسته؟ بله یه نامه میاد بچه ها باید باز بکننش یا بزرگتر ها؟ باز بچه ها هر که زودتر برسه نه ببینید نامه ها مال بزرگتر بچه ها بل کنید اونا رو چی کار دارید آخه ببینید چی میگن آخه صحبت هایی دارن با هم یه وقتایی آدم ها با هم خصوصی حرف دارن یه حرفی میخوام بزنن کسی متوجه نشه کسی متوجه نشه ما اینی چیه که نباستی متوجه نه کار خوبی نیست ببینم شما رفتین گولا رو آب دادین با اجازه من شیر آب رو بستین بله آب کم مصرف میکنین چش بسرم مزا در مصرف آب صرفه جویی بله نه اینا رو نگو شما شیر آب رو بستی؟ ها؟ نبستی؟ بستم نبستی از اینجوری اینا وقتی اینجوری گیجن معلومه بذاری من برم شیر آب ببینم چجوریه بستن یا نبستن باز میام پیش شما بفرما همینجا باشید ها ها چی گفتی؟ همینجا باشید همینجا باشید روز گفتم گفت هنوز کیف نگار دستم خب چرا نمیگی به من بعدو بگو حالا اینا بحث دارن سر این موضوع نمیدونن چی بگن یعنی چی الان مامانه رو الان مامانه هیچی مامانه خاله ما داریم حرف میزنیم برو راضی نیست باشه پسته میخوای نه برو خاله برو نمیایم پیش نه خدافظ راضی نیست مامانه میگه یعنی مامانه میگه نه بابا موافق خود امیرعلی چی میخواد امیرعلی معلوم میخواد بمونه دیگه همینجا آخه بیچاره اصرار کرد خاله جان ما حرف بزنیم میایم پیشت خب آره بعد بگو چی الان من دارم میگم ما چیکار کنیم وسط با وردیو حکایت نمیگه ولی یه جتایی رو چی با هم سفر رفتن کلیو حکایت اگه کیفیت رو چی کار کنی؟ نمیدونم تو من نمیدونم اگه کلا قرمز خاله میگم برو ما میهیم که حرف میزنیم خاله قادر میخوایی بری سفر؟ بله سفر میخوایین بری؟ نه سفر برای چی؟ آها برو خاله برو من یه دقیقه خاله نگار کار دارم حرف بزنیم باشه کنجکاوه دیگه اشکال نه بعد
حالا میگم که تو بگیر حالا. الان دعوا سخونشون دیگه. بابای میگه هر چی خودش بخواد مامانه میگه نه. فقط نه به مدرسه‌ام کشیده و پیش مدیر و ناظم و ولی خواه کلا قرمزی مدرسه ما دعوا شده؟ نه درست نیست ما داریم حرف میزنیم و همیا اینجا درست نیست؟ یعنی من رو میخوام بیرون کنم مدرسه؟ اصلا نه خاله ما راجع به شما حرف نمیزنیم برو بذار حرف ما تموم شه میایم پیشتون بدو برو برو پیش پسر امزا بدو بدو بازی کنین ما خب باشه من همینجا هر چی شما؟ نشستم دیگه الان ما بریم اون ور بشینیم که اینجا راحته کلا قرمز اذیت نمی کنین دیگه خاله نه بابا من چی کار دارم من اصلا رفتم خواهره چی؟ هیچی خواهره اصرار و اینا که نه این اینجا بمونه و من خودم میبرم میارم و حالا خواهره میبره میاره حکایتش خواهرم که حالا این شدید چیو میبره میاره؟ بیا بریم اون بر بشینی آره چرا آخه؟ یعنی یه دوست من اومد آبرو حیثیت من برد نه من کاری ندارم که راحت باشه اشکال نداره نه اون قضیه رو بگو ای بابا گیر دادی اون رو میگم حالا اشکال نداره اون رو بعدا میگم مایم نیست اون خواهره رو بگو میدونی که خواهره خواستگار اومده برای شما نه آره کی اومده تازگی دیگه شوخی میکنی کی بوده عروسی کنه حالا این وسط میگه نه من میبرم اینو میارم و از اینا بعد خواستگارم داره تخمه ها رو خوردی ها خب خواستگاره خیلی هم سمجه خواهر آره گیره و آره اینا اینم دوست داره و خوشش اومده و خیلی داره مامانشی کم کم دیگه پسرم ازا ما داریم دو کلمه حرف خصوصی میزنیم احتیاج داریم که تنها باشیم لطفا خیلی ممنون میشم اگه تو بری اون ور بازی کنیم و حرف بزنیم خواستگار کی آمده؟ بله خواستگار کی آمده؟ به تو ربط نداره برو دارم بهت میگم خب حالا برو. همین دیگه برو خیلی خوب الان اشکال نشه عصبانی میشه دوست من یه روز اومده خونم با دوست من بیا بالا سنه خواهش نکردم که یه دقیقه شماها نیاین ما دو تا کلمه حرف بزنیم گفتی اونجا نیام اینجا که اشکال نداره که بعد خودت کم بودی اونم تو برای چی آخه تو بچه یه دقیقه بگذاریم خب ما رفتیم بازی کنیم پسرم ازا جان اصلا ما بریم بازی کنیم به ما چه خواستگاره به ما چه مربوطه بیا ماجرای بندار واقعا نداره خواستگاره رو بگو چه خواستگاره اون ماجرای رو نمیگی میگم ای بابا و خواستگاره چند بار اومده؟ چند بار گیره دارم میگم اصلا که چیزه خیلی هه 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 فضولی میکنی خنده داره؟ فضولی؟ ها؟ کلا قرمزی هی اینجا نیاین ما میخواییم حرف بزنیم منو عصبانی نکنیم یه روز دوست من اومده اینجا اون بازی داشتی میکردی؟ نه؟ نمیخواستی آخه خاله بارا بله چجوری از مهد کندن که اومده اون وقت رفته خواستگاری؟ پاشو اصلا بریم اونجا ببین ما میریم اون ور هر میزنیم نه ما میریم یعنی پارک تعطیل خوراکی تعطیل گردش تعطیل نه خب باید چینی شما ای بی نداره حالا ما اینجا باییم خب صد بار باید یه چیزی گفت ای بابا همه اینا رو برکن ماجرای یاسی رو فهمیدیم نه یاسی چی؟ یاسی داره عروسی میکن نه به خدا تو رو تو عذیت هم نه یاسی تصور پسرم ازا جان چی ما گفتن؟ یاسی هم دوست خواهره هم داره میگه امیردی مدرسه این درجه چی؟ مدرسه هن اینا کجا بنویسن نزدیک باشه؟ چون تو اون محله مدرسه هم کم مدرسه خوبی هم باشه آره آره مدرسه عده چی؟ نزدیکه چی نزدیکه؟ مدرسه عده تو هم اینجا وایسادی داری حرفای ما رو گوش میدی؟ من که کار میکردم شما وایسادی ما داشتیم آروم حرف میزدیم خصوصی هم داشتیم حرف میزدیم تو گوش میدی بعدم حرف میزنی دیگه خیلی خوب اینجا... مشورت که بد نی آره اینجا داشتن کار میکردن درست به مدرسه ادب هم نزدیکه خیلی خیلی نزدیکه منم تو همین فکر بودم مدرسه خوبی هم ولی به هر حال شما نباید گوش کنین دو نفر دیگه دارن حرف میزنن ما گوش نکردیم ولی بله بگو به نازی همین مدرسه ادب چیزه از آره پیابونم نباید رد شه از پیاده رو خودش میره راست میگه مسیر پیاده رو هم داره آره اونجا اصلا بیاده ولی گوش نمیکنه آدم دو نفر دارن صحبت میکنن به هر حال داره میره اینجا داشت کار بگو یاسیو بگو یاسیو فکر کن تو حتی عروسی آره با خود کلی عروسی همین الان ها نه همین این هفته عروسی مبارکه اینو چی شد به این زودی قرار گذاشت عروسی کنم مبارکه چی کن چی مبارکه عروسی یاسی
عروسی یاسی و تو چی کار داری؟ خاله باران فقط ما نفهمیدن چه جونی شد که مدرسه میره اون وقت مدرسه ادب هم میخواد بره اون وقت عروسی هم میخواد بکنه. نه این بار دیگه بعده دیگه، کنجکاوی هم نیست دیگه. من به شما دوتا نگفتم همونجا وایسین، ما میخوایم خصوصی حرف بزنیم، ما میایم این ور شماها نیاین. شما گفتیم بیا این ور وایسین، نگفتیم. یعنی واقعا هیچ جا توی خونه نیست دو کلمه آدم بتونه خصوصی حرف بزنه؟ یه بار من دوستامو دعوت کردم بیاد اینجا با هم حرف بزنیم. من یه چیزی بگم به اینا، مگه شما من ازتون نپرسیدم که این شیر آبو بستین یا نه؟ آقای جوزه؟ بله. عروسی آسیه. بچه میگم مگه من نپرسیدم که شیر آبو بستین یا نه؟ آقای جوزه برین از جلو چشمم. من نمیدونم این بچه هایی که همش خرابکاری، این بچه هایی که دو کلمه مخصوصی میدونید، این بچه هایی که مثلا این آب که بسیار چیز با ارزشی برای ما هست رو این رو باز میذارن بعد میرن، اصلا حواسشون نیست این آب داره تلف میشه. نباید اسراف کنن. بعد یه سری یواشتر خواهش میکنم، من صحبت کنم یواش صحبت. آب یک چیز بسیار با ارزشه، مایه حیات. آفرین. از آسمان میاد، بعد ما اینو تمیزش میکنیم، توی لیوان میخوریم. درست میگن؟ بله. پچی بنابراین قطر آب رو بدونید. آب با یاسی، عروسی یاسی همین این مدرسه هم میره تازه مدرسه ادب. وقتی بزرگتر خب نه 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 من گوش نمیدادم همینطوری. نه ما داریم صحبت خودمون میکنیم. ببینید بچه ها، این آب شیر آب رو صفر ببندید، اینطوری شل که باز میذارید این قطره قطره که میاد. ایمینی تو مهمونای دوماد این شیر رو صفر ببندن، این مهمونای داماد که میرسن. بفرمایید شما. ما میخواییم کم کم برنامه رو تموم بکنیم. فکر میکنم وقت برنامه رو تموم شده. اینجوری جانیست. یعنی ما هم نباستی بیاییم؟ میدونید که نباید گوش بدید به حرف دیگران، وقتی پچ پچ میکنن نباید گوش بدید. دیگه هم وقت نداریم، خداحافظ. شما صحبتتون رو ادامه بدید. نه با شما صحبت. نه 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 ما رفتیم. ما بچه ها میریم. نه نه شما باش. نه با باش. باش. به خوبه. کسی تو ماشین نمیاد. نه نه پا ماشین. چه بزرگتر چه بچه. شما خداحافظی میکنیم تا فردا که دوباره همدیگر رو ببینیم. آب کم مصرف کن. کجا رفتن اینا؟ این چی بود باشه؟ عروسی آسی. نه اینا این کار خوبی نیست. آدم چیز نباید باشه. عروسی آسی. نه 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 نه